حضرت ابوبکر رضی الله عنه اولین خلیفه، اولین صحابه، به تعبیر قرآن دومین بود. یار پیامبر در دوران هجرت، در هجرت دومین شخص، در غار دومین شخص، دومین خلیفه بعد از پیامبر اکرم، دومین شخص که بعد از پیامبر کنار قبرش به خاک سپرده شد، در روز قیامت بعد از پیامبر دومین نفری هستش که زنده خواهد شد. دومین نفر که بعد از پیامبر وارد بهشت خواهد شد. دوم دومین ها حضرت ابوبکر رضی الله عنه. نه کلمات برای وصف ایشون کفایت میکنن و نه زمان و نه ویدئو. ما تلاش میکنیم تا شمعه ای از زندگی ایشون رو براتون بگیم، شاید که بزرگی روح ایشون قابل درک بشه. حضرت ابوبکر از اولین مسلمون ها بود، باعث و بانی مسلمون شدن خیلی از صحابه هم شد. شاهد همه 23 سال داستان پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بود. زندگی ایشون پر از اتفاقات زیادی بود که دلها رو پر از نور میکنه. حتی به زبون آوردن اسم ایشون باعث غلیان و آرامش معنوی تو و من میشه. نمیدونم از کجا شروع کنم. ابوبکر بودن کار راحتی نیست. نزدیکترین دوست خورشید دو عالم یعنی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن کار راحتی نیست. در هر چیز اول صف مقدم بودن، فداکارترین، رنج دیده ترین، در برابر هر دردی سینه خود پیش از همه سپر کردن و وفادارترین بودن کار راحتی نیست. قبل از پیامبری حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت ابوبکر به مدت 20 سال یار ایشان بود. این دوستی قرار بود بعد از پیامبر شدن حضرت رسول به شکلی جاودانه در بیاد. دوستی که تو هر سختی کنار پیامبر بود. دوست بودن با پیامبر در روزهای اولیه نبوت ایشون مثل پوشیدن پیراهنی از آتش، شکنجه، استراب، مرگ و بیچارگی بود. وقتی تعداد پیروان دین اسلام بیشتر شد و همه به سوی اسلام روانه شدند، ایمان داشتن کار راحتی بود. چیزی که از ابوبکر رضی الله عنه ابوبکر ساخت از اولین ها بودن بود. جوان مرد بودنش تو دوران سختی ها بود. خداوند ما رو مثل ابوبکر رضی الله عنه بکنه و دوستانی مثل ایشون نصیب ما بکنه. روزی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میخواد تو کعبه بین مشرکان نماز بخونه. مشرکان در یک آن دوروبر حضرت رو میگیرن. حضرت علی این اتفاق رو نقل کرده. بعضی از مشرکان روی پیامبر توف میکنن و بعضی هاشون هم لباس های ایشون رو میکشن. بعضی هاشون هم ناسزا میگن. صحابه ها متاسفانه کاری نمیتونن بکنن. یه لحظه میبینن که از دور جوان مرد و قهرمانی فریاد زنان داره میاد. اون مرد جمعیت رو به دو نیمه تقسیم میکنه. این که یک نفر میگه پروردگار خدای من است، آیا قصد کشتنش رو دارین؟ و بعد خودش رو جلوی پیامبر سپر میکنه. مشرکان پیامبر رو رها میکنن و تلافیش رو سر حضرت ابوبکر خالی میکنن. انقدر میزننش تا از حال بره. وقتی حضرت ابوبکر غرق در خون به خودش میاد، میپرسه رسول خدا کجاست؟ مادرش هم میگه اون رو ول کن، ذاتاً به خاطر اون کتک خوردی. حضرت ابوبکر هم میگه من رو پیش رسول خدا ببر. مادرش میبینه این کار شدنی نیست، دو نفر از دو طرف ابوبکر رو میگیرن و پیش رسول خدا میبرن. رسول خدا وقتی ابوبکر رو میبینن گریه میکنه. خونهای روی صورت و چشمهای ابوبکر رو پاک میکنه. حضرت ابوبکر هم میگه رسول خدا من رو بیخیال شد، تو حالت خوبه پس من هم خوبم. آیا واسه مادرم که پشت این در هست دعا میکنی؟ دعا کن که ایمان بیاره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا دستهاش رو باز میکنه، مادر ابوبکر داخل میاد و شهادت این رو میگه. ابوبکر بودن یعنی حتی تو اون شرایط سخت قلبت برای ایمان یه نفر دیگه بتپه. معراج پیامبر اتفاق افتاده بود. فکرشو بکنین که این اتفاقها چقدر برای اونها غیر قابل درک بود.
مشرکان هم دنبال فرصت بودن برای دور کردن اطرافیان پیامبر از ایشون. هاشا این جریان رو به وضوح ساختگی می دونستن و فکر می کردن این بهترین فرصت هستش و دنبال این جریان رو گرفتن و گفتن که ابوبکر رضی الله عنه از پیامبر جدا بشه، بقیه هم از پیامبر باید دور بشن. فوراً دوان دوان نزد حضرت ابوبکر رفتن، جریان رو برای حضرت ابوبکر تعریف کردن و اینکه عزیزان با خنده و استهزا هم تعریف کردن. حضرت ابوبکر بعد از شنیدن حرفای مشرکان مثل چاقو صحبتهاشون رو برید و گفت آیا خود پیامبر جریان معراج رو تعریف کرد؟ مشرکان هم گفتن آری. ابوبکر هم گفت اگه محمد این جریان رو تعریف کرده راست هستش، ذره ای نباید شک و تردید به خودتون راه بدین. ابوبکر بودن یعنی شک و تردید نداشتن در ایمان، یعنی کنجکاو میشیم، سوال میپرسیم، ولی اصلا دچار شک و تردید نمیشیم. وقتی هجرت مسلمان ها شروع شده بود، حضرت ابوبکر نزد رسول خدا میره و میگه ای رسول خدا من هم برم؟ رسول خدا میگه نه، منتظر باش، خداوند قرار هستش که بهترین رو نصیب تو کنه. وقتی یه روز پیامبر به حضرت ابوبکر مژده همراهی و همسفر بودن رو میده، دخترش میگه هیچ وقت ندیده بودم یه مرد اینطوری گریه کنه، از خوشحالی داشت گریه میکرد. هجرت شروع میشه، مشرکان همه جا دنبال رسول خدا میگشتن، اونا میخواستن که پیامبر رو بکشن. حضرت ابوبکر به چپ و راست و جلو و عقب پیامبر میرفته. پیامبر متوجه حال عجیب ابوبکر میشه و میپرسه ای ابوبکر، جای تو سمت راست من حرکت کردن هستش، چرا داری این کارها رو میکنی؟ حضرت ابوبکر هم میگه ای رسول خدا، وقتی تو سمت راست شما حرکت میکنم به ذهنم میاد که نکنه تو طرف چپتون اتفاقی براتون بیفته، به همین خاطر فوراً به سمت چپتون میرم، و وقتی به سمت چپ شما راه میرم به ذهنم میاد که نکنه از پشت تیر یا خطری بیاد، به همین خاطر فوراً پشت شما حرکت میکنم، و وقتی پشت سر شما حرکت میکنم میگم که نکنه از جلو خطری جان شما رو تهدید بکنه، به همین خاطر دور شما میچرخم. ابوبکر بودن و جانت رو فدای رسول خدا کردن کار سختی هستش. حضرت ابوبکر میگه حاضرم به جای تو بمیرم ای رسول خدا، جانم فدای تو. رسول خدا میپرسه ای ابوبکر، حاضری به جای من بمیری؟ ابوبکر هم میگه آری ای رسول خدا. رسول خدا میپرسه چرا؟ ابوبکر میگه اگه من بمیرم فقط یک خونه گریه میکنه، اما اگه تو چیزیت بشه همه ی خونه ها گریه میکنن، همه ی امت گریه میکنن ای رسول خدا. ابوبکر بودن یعنی مثل ابوبکر جواب دادن. موقع هجرت عده‌ای پیدا میشن که ابوبکر رو میشناختن، چون ابوبکر تو اون منطقه تاجر خیلی مشهوری بود. کسانی که با ابوبکر صحبت میکردن ازش پرسیدن این شخصی که همراه تو هستش کیه؟ حضرت ابوبکر که همیشه صادق بود و از راه راست منحرف نمیشد، وارد امتحان سختی میشه و نمیتونه دروغ هم بگه. اگه راستش رو هم بگه احتمال مرگ وجود داره، چون مشرکان برای سر بریدشون پاداش و مژدگانی تعیین کرده بودن. اگه کسی رسول خدا رو شناسایی بکنن کار دیگه تموم میشه. به همین خاطر حضرت ابوبکر جواب کامل و حکیمانه ای میده، او راهنما و بلد من هستش. حضرت ابوبکر حتی تو اون شرایط سخت هم دروغ نمیگه. درسته، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم راهنمای حضرت ابوبکر بود، راهنمای یه مسیر ابدی. خوش به حال کسایی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رو به عنوان راهنما و بلد انتخاب می‌کردن. فکرش رو بکنین، وقتی حضرت ابوبکر مسلمون شد 40,000 درهم داشت، زمان هجرت حتی 50 درهم هم نداشت. ثروتش رو برای نجات مسلمون‌ها از ظلم و برای امت خرج کرده بود، و به نظر من تاجر عاقل بودن یعنی همین. وقتی به مدینه میرسن پیامبر میگه هر جا که شطورش توقف کنه مسجد نبی رو اونجا بنا میکنه. رسول خدا فوراً درباره صاحب این مکان سوال میکنه، پیداش میکنه و درباره قیمت اون مکان میپرسه. اونها هم میگن که قصد بخشش این مکان رو دارن و پیامبر هم قبول نمیکنه و میخواد بهای ناچیزی برای این مکان پرداخت کنه.
پیامبر رو به امتش میکنه و میپرسه چه کسی میخواد این بنا رو پرداخت کنه. از بین جمعیت یک دست بلند میشه. حضرت ابوبکر بدون هیچ شک و تردیدی حاضر بود تا آخرین قطره 50 درهمش رو هم بده. وقتی الان تو مسجد النبی مدینه نماز میخونیم، تو هر سجده‌ای که میکنیم ثوابش رو نصیب حضرت ابوبکر میکنیم. ابوبکر بودن یعنی تاجر عاقل اصیلی که برای آخرت خودش سرمایه گذاری میکنه. در واقع اینجوری گذشتن و رد شدن از حضرت ابوبکر ممکن نیست. سالها بعد مکه فتح میشه. حضرت ابوبکر بعد از فتح مکه فوراً به منزل پدرش میره و بغلش میکنه و به پاش میفته و به نحوی پدرش رو به ایمان آوردن راضی میکنه. پدرش رو نزد رسول خدا میبره. رسول خدا وقتی پدر ابوبکر رو میبینه خجالت میکشه و میگه ای کاش ما به نزد شما میومدیم. حضرت ابوبکر میگه ای رسول خدا، تو رسول خدا هستی، ما باید به محضر شما بیاییم، تو بزرگ ما هستی، به همین خاطر ما به نزد شما اومدیم. پدر ابوبکر شهادتین رو میگه. حضرت ابوبکر به جای اینکه خوشحال بشه غمگین میشه، به زمین میفته و گریه میکنه. پیامبر تعجب میکنه و میگه چرا داری گریه میکنی؟ حضرت ابوبکر میگه یاد وفات عموی گرامی شما ابو طالب افتادم. من برای مسلمون شدن پدر خودم خیلی تلاش کردم، نصیبش شد. تو هم خیلی برای مسلمون شدن عمود تلاش کردی ولی متاسفانه نصیبش نشد. به همون خاطر دلم گرفت، دلم میخواست تو هم میتونستی این خوشحالی رو تجربه کنی. و بعد دوباره گریه میکنه. از یه طرف تو قلبش دریایی از محبت نبوی در تلاطم هستش و از طرف دیگه هم حرکت و هر عملش در جهت کسب رضای خدا است. همونطوری که تو کتاب لمعات هم گفته شده، باید توی هر عملتون رضای خداوند باشه. اگه رضای خدا باشه، اگه کل دنیا هم از شما روش رو برگردونه اهمیتی نداره. و اگه خداوند عمل شما رو قبول کنه، همه مردم هم عمل شما رو رد کنن، هیچ تأثیری نخواهند داشت. مهمترین موضوع کائنات راضی کردن خداوند هستش. حضرت ابوبکر بودن یعنی تو جریان راضی کردن خداوند تو اوج راه باشی. روزی رسول خدا بعد از نماز صبح تو مسجد میپرسه آیا امشب کسی صدقه داده؟ حضرت عمر تو دلش میگه ای رسول خدا میپرسی ولی کی نصف شب صدقه میده اصلا؟ فقط حضرت ابوبکر دستش رو بلند میکنه. پیامبر باز میپرسه امشب کسی به عیادت مریضی رفته؟ حضرت عمر دوباره تو دلش میگه نصف شب مریض از کجا پیدا کنیم و به عیادتش بریم؟ باز هم حضرت ابوبکر دستش رو بلند میکنه. پیامبر باز میپرسه امشب کدوم یکی از شما مشکلی از برادر و خواهر مسلمانش حل کرده؟ حضرت عمر باز هم تو دلش میگه نصف شب کی میتونه مشکل کسی رو برطرف کنه آخه؟ باز هم حضرت ابوبکر دستش رو بلند میکنه. حضرت عمر میگه ای ابوبکر، هیچ کسی نمیتونه تو انجام کار خیر از تو سبقت بگیره. روزی به مسلمون‌ها اعلام میشه تا برای غزوه تبوک صدقه بدن. حضرت عمر خبر صدقه رو میشنوه و میگه الان از ابوبکر جلو میزنم چون من مال و ثروت دارم و ابوبکر فقیر هستش. نصف مالش رو بر میداره. منظورمون پرداخت زکات یک سهم از 40 سهم ما نیست. نصف مال و داراییش رو بر میداره و نزد رسول خدا میاد. رسول خدا سوال متفاوتی از حضرت عمر میپرسه ای عمر، برای خونه و زندگی چقدر مال و دارایی کنار گذاشتی؟ حضرت عمر هم میگه این نصف مال و اموالم هستش، بقیه اون نصف رو برای خونه و زندگیم کنار گذاشتم. بعد از مدتی حضرت ابوبکر وارد میشه، اندازه یه بغل ارزاق و مال و پول میاره. رسول خدا متوجه میشه که ابوبکر همه اموالش رو آورده و با فراست از ابوبکر میپرسه برای خانواده و خونت چقدر مال باقی گذاشتی؟ ابوبکر هم میگه خدا و رسول خدا رو برای خونه و خانواده باقی گذاشتم. حضرت عمر میگه اون روز فهمیدم که تو کار خیر سبقت گرفتن از ابوبکر ممکن نیست. وقتی حضرت ابوبکر داشت به خونش برمیگشت، فقیری ازش لباس طلب میکنه. حضرت ابوبکر هم میگه بیا دم در خونم. حضرت ابوبکر دم در خونش لباسش رو در میاره و تهمونده مالش رو هم به اون فرد فقیر میده. یه گونی پیدا میکنه و حسیرش رو میپوشه.
رسول خدا ابوبکر رو نزد خودش فرا میخونه. جبرئیل امین میاد. از رسول خدا میپرسه این شخصی که کنار توست و خودش رو با عبا پوشونده کیه؟ رسول خدا میگه این ابوبکر هست. همه ی مال و داراییش رو در راه اسلام خرج کرد. او من رو تایید کرد. دخترش رو به نکاح من درآورد. جبرئیل هم میگه بهش تبریک بگو. خداوند میگه این بنده من تو این حالش آیا از من راضیه؟ دوستان این دیگه چجور چیز شگفت انگیزی هستش؟ فکرشو میتونین بکنین؟ خدایی که همه ی انسان ها محتاج رضاش هستن، میلیارد ها انسان در تلاش هستن تا رضای خداوند رو کسب کنن، از ابوبکر سوال میکنه که آیا ازش راضی هست یا نه. ابوبکر گریه میکنه، تو حقیقهاش غرق میشه و میگه پروردگارا راضی هستم، از سرنوشتم راضی هستم. موقع غروب خورشید صدای حضرت عایشه تو کوچه های مدینه تنین انداز میشه، صدایی که هنوز قلب هامون رو با آتیش میکشه. ای مؤمنان، رسول خدا وفات کرد، سرورمون با این دنیا وداع کرد و به دیار باقی و عالم ابدی نزد پروردگارش معبود و عشقش شتاب. صحابه آشفته میشن، تو حقیقهاشون غرق میشن، تو هر گوشه یکی داد میزنه و گریه و زاری میکنه. نمیخواستن باور کنن، اونقدر دیوانوار پیامبر رو دوست داشتن که هر مسلمونی بدون هیچ چشم داشتی مال و فرزند و جونش رو در راه پیامبر فدا میکرد، اونقدر که هر روز به دیدن روی ماه پیامبر عادت کرده بودن، هر روز همراه عطر پیامبر تا شب تو مسجد یاد خدا رو به جا می آوردن، اونقدر به لبخند پیامبر که کوه ها رو میتونه ذوب کنه عادت کرده بودن که این جدایی قلب هاشون رو به آتیش میکشید. به این مسئله عشق به رسول خدا گفته میشه. قلب رو آتیش میزنه و پاره پاره میکنه. نه صخره ها، نه گرانیت ها، نه آهن ها و نه فولاد ها نمیتونن جلوی این عشق مقاومت کنن. این عشق قلب رو میسوزونه و ذوب میکنه. یه قلب ظریف چطور میتونه در برابر این عشق دووم بیاره؟ حضرت عمر شمشیرش رو بیرون میکشه. از یه طرف داره گریه میکنه، از طرف دیگه هم میگه رسول خدا نمرده. مثل حضرت موسی تو خلسه است و داره با پروردگارش دیدار میکنه. هر کسی بگه مرده، با شمشیرم اون رو به دو نیمه تقسیم میکنه. صحنه بسیار دردناکی از جدایی به تصویر کشیده شده بود. حضرت ابوبکر درست همون موقع بیرون میاد. تو اون لحظه چنان آیاتی رو میخونه که همه خیلی خوب این آیات رو میدونستن ولی فراموش کرده بودن. حضرت عمر بعدا اعتراف کرد که هرچند اون آیات رو حفظ بودیم ولی اون لحظه تصور کردیم که اون آیات همون موقع نازل شده. اون آیات عبارتند از و محمد جز فرستاده ای از سوی خدا که پیش از او هم فرستگانی آمده و گذشتن نیست. پس آیا اگر او بمیرد یا کشته شود، ایمان و عمل صالح را ترک می کنید و به روش گذشتگان و نیاکان خود برمی گردید؟ و هر کس به روش گذشتگان خود برگردد هیچ زیانی به خدا نمی رساند و یقیناً خدا سپاسگزاران را پاداش می دهد. سوره آل عمران آیه 144. حضرت ابوبکر میگه هر کسی که به حضرت محمد ایمان داره بدونه که حضرت محمد مرده، هر کسی که به خداوند ایمان داره بدونه که او حی و زنده و باقی هستش و نخواهد مرد. لازمه ی ابوبکر بودن اینطوری بودن هستش دوستان. صداقت لازمه ی این گونه بودنه. محبت لازمه ی این گونه بودنه دوستان. دوستی رسول خدا لازمه ی این گونه بودنه. راستی ما چطور؟ کدوم کاری رو کردیم که صحابه کردن؟ که طالب رفتن به همون بهشتی هستیم که قرار اونها بره؟ اگه هیچ درسی نگیریم، فقط این داستانها رو گوش بدیم و احساساتی بشیم، اینها تبدیل به خاطرات گذشته میشه. چرا ما نمیتونیم مثل ابوبکر بشیم و نمیتونیم تنها مجوز ورود به بهشت رو که داشتن ایمان هست داشته باشیم؟ چرا درسهای قرآنی و ایمانی که باعث ابوبکر شدن ابوبکر شد رو نمیتونیم بخونیم؟ نکنه فرمان اول رو فراموش کردیم؟ اگه اینجوریه پس بهترین زمانه به یاد آوردنه. بخوان به نام پروردگارت
که همه ی آفریده ها را آفریده. بخوان به نام پروردگارت بخوان، به نام کائنات بخوان، خودت را بخوان، آثار معجزه آسای پروردگار را بخوان. یه دست گل، یه دست زنبور، بهار جدیدی که از راه میرسه رو بخون. خداوند اینها رو صرفاً برای بودن و اینکه نادیده بگیریم نیافریده. ببین بدی و زمان چقدر قشنگ گفته، به کارهای فوق‌العاده ذات فعال و قدرتمندی که سعی در شناساندن خودش داره نگاه کن. همونطور که تو بیهوده خلق نشدی، این اتفاقها هم بی‌معنی نیستن. مادام که بیهوده نیستن، پس زمان، زمان خوندن این اتفاقات، زمان شناخت خداوند و دوست داشتن اون و با عبادت اون خودمون رو عزیز کردن و حرکت تو مسیر برای ابوبکر شدن هستش. عزیزان، بهشت نصیب شما. ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. در امان خدا باشید.